و مسلمان اگر در ایام عید خوشحال نباشه گناهکار میشه. باید خوشحال باشه. مسیحی در روز کریسمسش خوشحاله، تو چرا در روز عید خوشحال نباشه؟ چرا خوشحال نباشه؟ اولا باید گفت که اسلام خودش دین خوشحالی است. این که تعبیرهای غلطی که بسیار مردم از اسلام کردن، قرائت‌های مختلفی، برداشت‌های مختلفی، ذهن‌های زنگ زده و پوسیده خودمان را آوردیم به نام دین برای مردم عرضه کردیم، او بس جدا است. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، والله که هر عیبی که است از مسلمانی ما است. شما وقت قرآن دقیقاً بارها به تعبیر یکی از دانشمندا، شما گاه وقت قرآن بدون ایمان بخوانید، بدون ایمان بشنوید، فکر کن که تو با قرآن ایمان نداری، باور نداری، اونگاه به حقانیت یک کتاب پی میبری. بنابراین مشکل در دین نیست. اسلام دین خوشحالی هست، دین سرور هست، شادم. شما فرض کنید یک جمله را وقتی از پیامبر پرسان میشه احب الاعمال الی الله یا افضل الاعمال الی الله، زیباترین عمل نزد خدا، محبوب ترین عمل نزد خداوند کدام است؟ میگه سرور تدخله علی قلب مسلم، یک خوشحالی است که برای یک مسلمان ایجاد میکنه، یک لبخند که بر لبان داغ دیده یک کسی میآوره، دل شکسته را ترمیم میکنیم، اشکی را پاک میکنیم، مشکل کسی را حل میکنیم، یک خوشحالی را برای کسی ایجاد میکنیم. این زیباترین عمل نزد خداوند است، محبوبترین عمل نزد خداوند است. و مراحل مختلفی در اسلام به خاطر خوشحال کردن ما گذاشته شده. مثلا در سال دو عید است، هر عید چند روز ما خوشحالی داریم. یک چیزی است که شرع برای ما گذاشته، یعنی شریعت، دین، شرع الله تبارک و تعالی، یعنی دین خداوندی را برای ما آورده. و مسلمان اگر در ایام عید خوشحال نباشه گناهکار میشه. باید خوشحال باشه. مسیحی در روز کریسمسش خوشحاله، تو چرا در روز عید خوشحال نباشه؟ چرا خوشحال نباشه؟ بعد از این ایام عید ما در هفته روز جمعه داریم. جمعه برای انسان مسلمان به مساوی عید است. ولی این که برای ما تشریع نشده. مسلمان در روز جمعه لباس نو میپوشه، از عطر و آرتکولون استفاده میکنه، از خوشبوی استفاده میکنه، تمیز، منظم، با نظافت میره در اجتماع اشتراک میکنه، مثل نماز عید. در نماز جمعه رو میخونه، بعد از نماز جمعه با دوستایش، با فامیلایش میبینه، میشینه، میخیزه، جای میره این طرف اون طرف. برای مسلمان هر جمعه عید است، خوشحالی است. و مثل عید جمعه برای انسان مسلمان هم مبارک است، هم خوشحالی است. بعد از این ایام، مثلا مثل ایام عید رو بگذار، ایام جمعه رو بگذار، ما در اسلام به نام عقیقه داریم یا ختنه سوری. وقتی طفلی در خانه کسی پیدا میشه، اسلام میگه یک گوسفند ذبح کنید، دوستا و عزیزایتان جمع کنید، با هم خوشحال باشید، گوشتش هم نوش جان کنید. ولی برای ما نمیگن متاسفانه، یا اینا جا نخورده در جامعه ما. سنت است، سنت است. برای خانه شما یک طفلک پیدا شده، یک گوسفند ذبح میکنید، کل فامیلا و دوستا خویشاوندان جمع میکنید در خانه، با هم مینشینیم، میخندیم، صحبت میکنیم، گوشتش هم نوش جان میکنیم، خوشحالی میکنیم با هم. بعد چیزی داریم به نام ولیمه، نکاح. نکاح پیامبر گفته حتی اگر به اندازه یک گوسفندم توانایی دارید عروسی بگیرید، خوشحال باشید. ای که امروز متاسفانه خیلی از این خوشحالیار با نام دین از ما گرفتن، ما رو محروم ساختن، فکر میکنن که کل دین نمو گریه و جزا و فضا و چق و ناله و به اصطلاح از این دین یک چیزی خشن رو جور کردیم برای مردم. طرف فکر میکنه که من از کل خوشحالی ها محروم استم. نه عزیزی برادر، ما در چوکات اسلام داریم، در قوانین اسلامی داریم ایام خوشحالی. هر انسان مسلمانی، هر انسان مسلمانی حق داره، حقش است خوشحال باشه، لباس مورد نظرش انتخاب کنه، غذای مورد نظرش بخوره، به جای به تفریح سیاحت بره. این آزادی است که اسلام برای انسان داده. هیچ کسی حق نداره بیاد از آدرس دین تحمیل بکنه سر انسان مسلمانو، بگه تو حق نداری به اصطلاح اینجا بری، حق نداری از این بخوری، حق نداری این لباسو بپوشی. نه، آنچه که دین منع کرده مشخص است در چرچوکات دین، ولیکن ما نباید آزادی های مردم از اونها بگیریم، خوشحالی های مردم را از اونها بگیریم. در استقبال پیغمبر آمدن، طفلکا خواندن. در روز عید ابوبکر صدیق خانه پیغمبر صلی الله علیه و آله میبینه که طفلا جشن دارن، چنان سر و صدا و خوشحالی و خوندن و ندخوندن است که دف دستشان از دایره زده روان هستن. ابوبکر میگه که آیا از رسول الله صلی الله علیه و آله شما حیا نمیکنید؟ پیامبر میگه بگذار ابوبکر، هر قومی از خود عیدی داره و عید ما هم امروز عید است، بگذار که اینا شادمان باشن، خوشحال باشن. قسم به پروردگار اگر این دین به نمو ترتیبی که هست برای مردم گفته بشه، مردم زن و مردش توش نه دین است. ولیکن ما یک تعداد از ما
از ما ملانماها قرائت‌های مزخرف خود را، برداشت‌های زنگزده و پوسیده خود را میاریم، از آدرس دین تحمیل میکنیم و در مردم میگیم نمی دین است، میپذیری بپذیری نمیپذیری خلاص. یک نمونه را فکر کن، یک مثال به عنوان آخر برنامه میدم. چنان شادمانی، چنان سرور، چنان آزادی که ما در روایات صحیح داریم که پیامبر از نماز عید وقت برمیگرده و جماعت زنان میره اشتراک میکنه با اونا صحبت میکنه. شما در کجا پیدا؟ جالب برای من ایست، شما 100 سال عقب بروید، 100 سال فکر کنید برید عقب ببینید قوم ما و شما چی فرهنگی داشتن در افغانستان. بعد 200 سال برین عقب، 300 سال برین، 500 سال برین عقب، ما از 1400 سال پیش صحبت میکنیم، 1450 سال پیش صحبت میکنیم. ولی در همون زمان همیت یک وسعت فکری بوده، در همون زمان همیتور یک زیبایی وجود داشته، در همون زمان چنان یک آزادی وجود داشته که عمر رضی الله تعالی عنه، کسی که در اسلام به تشدد و سختگرایی مشهور است، امیرالمومنین عمر در منبر استاد میشه خطبه میخوانه و بعد یک زن استاد میشه در پیش روی عمر در نماز جمعه. حالا فرض کن هزاران نفر استادن، میگه عمر اینجا اشتباه گفتی، ما حکم خدا را قبول کنیم یا گپ تو را قبول کنیم؟ تو امروز بیا مرد بشه، کسی بلند بشه پیش روی یک وزیر، پیش روی یک مولای مسجد بلند شه میگه بزن. تو در نماز جمعه جرأت میکنی برای مولای مسجد بگه آ مولای صاحب این چتیاتی که تو میگی از کجا میگین؟ شما میبینید متاسفانه که یک عده از ملاهای ما چی نمیگن. هم یک کسی تازه کلپش نشه شده در روزای پیشتر که برای یک نفر در بهشت 24 میلیون و 10 هزار حوری بهشتی میدن. خب یک کسی پیدا بشه برای بگه که جناب مولای چی گفته روان است؟ او در پیش روی عمر بلند میشه، برای عمر میگه که عمر اشتباه گفتی. ما متاسفانه مشکل ما در اینجاست عزیزی برادر، در دین نیست. بنابراین ما در اسلام خوشحالی داریم، سرور داریم، آزادی داریم، همه چیز داریم. ولی یک کسی میخواه که همین قانون درست بفهمه، همین قانون درست بفهمه، برای مردم میره تمثیل توضیح بده برای ملت تا بفهمه. شبیه یک کتاب زیبا رو شما فرض کنید، زیباترین یک کتاب به دست یک استادی بدید که او قدرت افهام و تفهیم نداره، در سر صنف بره برای شاگرد از او چی بیاموزه؟ همیست. ما زیباترین مکتب رو داریم که مکتب اسلام است، زیباترین معلم رو داریم که معلم ما محمد رسول الله است، زیباترین کتاب رو داریم که قرآن است، ولی که ما قدرت افهام و تفهیمش نداریم برای دیگران، گاه وقت خرابی میکنیم و مشکل برمیخوریم، این تقصیر اسلام نیست، تقصیر ما هست. بنابراین از همه عزیزا خواهش می است که در روزهای عید همه باید خوشحال باشیم و برای دیگران هم کوشش کنید که خوشحالی را بیاورید و برای هموطنان عزیزتان که امکاناتی ندارن، هر کدامتان به اندازه توان خود کوشش کنید که به یک نوعی دلهای شکسته را ترمیم بکنین، لبهای داغ دیده را به لبخند بیاورید، اشکهایی که می ریزد اونها را پاکیزه بکنید و دست رحم و شفقت و عطوفت و مهربانی بر سر افراد بی وضاحت و ناتوان بکشید، اتحاد و وحدت ما را حفظ بکنید تا باشد که پیروز و موفق باشید.